همکارم لیلا سعادت اینجا در استودیو به ما پیوسته لیلا یک سناریوی تکراری رو برای همه کشته شده ها میبینیم پیکرها رو تحویل نمیدن خانواده رو تحت فشار قرار میدن شبانه اونها رو دفن میکنن و بعد مراسم نمیذارن راحت براشون بگیرن آره دقیقا یعنی همون گفتی حکومت چند تا رفتار و الگوی مشترک و هم در مورد تحویل جنازه و خاک سپاری ها داره انجام میده یکی این هستش که نیمه شب و در تاریکی و در قربت در واقعا و بدون اینکه افراد زیادی در در مراسم خاکسواری حضور داشته باشند فقط در نیمه شب اجازه میده که تحت تدابیر امنیتی به قول خودشون فشارهای امنیتی با نیروهای لباس شخصی اون فرد که کشته شده رو به خاک میسپارن قبل از اونم فقط در واقع گروکشی هم میکنن و امضا میگیرن که فقط 20 نفر از ریس سفیدان در واقع حضور باید داشته باشند توی اون مراسم خاکسپاری و نیمه شب هم بعد اتفاق بیفته در مورد چهلوما و مراسم هم همچنین به هر حال برگزاری مراسم چهلوم در فرهنگ ما خیلی مهم هست یعنی سوگواری مردمی و عمومی هست که بستگان از همه جا میاد در اون سوگواری شرکت میکنن اما معمولا امنیتی حکومت این چهلو ما هم در واقع قصب کرده و بلن خودش کرده و فشار امنیتی میاره ولی داریم میبینیم که این نیست یعنی این مردم گوش نمیدن یعنی مردم زیادی اگه قبلا در چهلو مای عادی خانواده ها و بستگان شرکت میکردن الان دیگه چهلو ما فقط بر بستگان نیست چهلو ما سوگواری عمومی مردم هستش که شرکت میکنن در مورد البته برادر مختار توضیح داد که چه اتفاقی افتاده برای مختار نوه همون روزی بودش که خیلی مریوان خیلی شلوغ بود و تجمع خیلی زیادی اتفاق افتاده بود و واقعا از در و دیوار فقط گلوله و گاز اشکاور میباریده و اون روزم هم در واقع مختار گلوله میخوره و نیمه شب هم به خاک سپرده میشه خیلی خاک سپاریش همون شب نیمه شب خیلی خیلی دردناک بود بعد از اونم فعالان مدنی خیلی فعالان حقوق برابر برای زنان همگی با هم معلمان بازاریان کسبه یک بیانیه مشترکی رو صادر کردن به ویژه قبل از چهلم مختار که حتما همه بیان, بیان برای مراسم چهلم و حتی به برای اون بیانیه به حکومت هم گفتن که دیگه دست بردار از این حق بیشتر بشتری. هم تاکید میکنن یعنی بعد از مراسم مهسا میبینیم که بیشتر دارن برای مراسم چهلم ها برنامه میریزن فراخوان میدن و هر روز هم چهلم یک نفر هست شرور و تمومی نداره به هر حال برگزاری چهلم حق بشری حقوق بشری مردم هست حق و کسایی هستش که خانواده هستش که فرزندانشون از دست دادن مختار 19 سالش بود فقط و عروسک های دستساز میفروخت و ناناور خانوادهش هم بود ممنون از توضیحات تو همکارم لیلا سعادتی مختار هم مثل بقیه پر از شور زندگی دقیقا. بود اون چی که ازش میشنویم